برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. نخست وزیر مالزی در جمع دانشجویان مراکز حفظ قرآنی گفت دانشجویان مراکز حفظ قرآن باید پرچم دفاع از اسلام را به صورت علمی و عملی به دوش بکشند. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی از دانشجویان مراکز حفظ قرآن خواست به آموزه‌های صحیح اسلامی مجهز شوند و این آموزه‌ها را برای مقابله با اسلام حراسی و نفرت پراکنی علیه اسلام در کشور استفاده کنند. دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دموکراسی با نواختن زنگ صلح در مقر این سازمان گفته امروز صلح در جهان در معرض تهدید قرار دارد. آنتونیو گوترش همچنین نسبت به خطرات ناشی از هوش مصنوعی برای دموکراسی ابراز نگرانی کرد. بر اثر واژگونی قایق حامل مهاجران غیرقانونی در کانال مانش دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند. گفتنی است این حادثه به دنبال سفر گروهی از مهاجران از فرانسه به بریتانیا رخ داد.